مهمترین پرونده آمریکا پس از پرونده هسته‌ای در ایران چیست؟ کدام پرونده جاسوسی بلافاصله پس از مذاکرات هسته‌ای به مسئله اصلی آمریکا با ایران تبدیل شده است؟ این جاسوس چه ارتباطی با اوباما و دستگاه‌های رسانه‌ای امنیتی آمریکا داشته است؟ ارتباط جاسوس خبرنگار با اصلاح طلبان و فتنه 88 چیست؟ We remember the journalists unjustly imprisoned around the world, including our own Jason Rezaian. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه در اولین سالگرد بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار در ایران، دادخواستی برای آزادی او به گروه کاری رسیدگی به بازداشت‌های خودسرانه زیر مجموعه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که در حاشیه گفتگوهای هسته‌ای مسئله آزادی او و دیگر آمریکایی‌های ایرانی تبار را با مقام‌های ایرانی مطرح کرده است. رضاییان از سال 83 تا 88 مرتباً به ایران تردد می‌کرد. وی تلاش داشت تا در این سفرها بتواند شبکه عوامل خود برای جمع‌آوری اخبار مورد نظر از ایران را شکل بخشد. شبکه‌ای که با انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 و تحولات پس از آن فعالیت‌های ذیل را انجام می‌داد. یک، تهیه گزارش‌های جهت‌دار از بیتینگ‌های آقایان میرحسین موسوی و احمدی نژاد. دو، جمع‌آوری اخبار لحظه به لحظه از اغتشاشات توسط منابع میدانی در تهران و ارسال آن به سایت‌های ضد انقلاب. سه، ارائه اخبار و تحلیل از وضعیت کشور به اتاق فکر وزارت خارجه، کنگره و سنای آمریکا و برخی نهادهای مرتبط با لابی آیپک. چهار، انتشار اخبار کذب از اوضاع شهر تهران در نشریات مورد همکاری. رضاییان توانست با بهره‌گیری از شبکه عوامل و منابع و ارتباطات وسیع خود نفوذ قابل قبولی ایجاد نموده و اطلاعات خود را کامل کند. وی حتی در نامه‌ای به اوباما می‌نویسد: من در ایران با کارگر ساده تا ملاهای با نفوذ در ارتباط هستم. از جمله مهمترین اتهامات ضد امنیتی رضاییان، نفوذ در اماکن مهم دولتی و افشای برنامه‌های ضد تحریمی ایران از جمله هویت واسطه‌های تجاری و ماهیت شرکت‌های همکار ایران در پروسه دور زدن تحریم‌ها و جاسوسی از برنامه هسته‌ای کشورمان است. بررسی تماس‌های جیسون رضاییان نشان می‌دهد در حالی که بنابر شرایط کاری وی باید بیشترین حجم تماس را با داگلاس جیل مافوق خود در واشنگتن پست داشته باشد، عمدتاً اخبار جمع‌آوری شده را مستقیماً یا با واسطه در اختیار میز ایران در کنسولگری آمریکا در دبی و همچنین شخص آلن ایر قرار می‌داد. نامبرده در دو سال گذشته ضمن همکاری با افسر حقوق بشر اتحادیه اروپا در خصوص ارتباط تحریم‌های حقوق بشری با مسائل هسته‌ای، گزارشاتی درباره اثرات تحریم‌های آمریکا علیه ایران و بررسی آستانه تعامل مردم و میزان آمادگی یا عدم آمادگی عمومی برای شورش و آشوب تهیه کرده است. بر اساس کیفرخواست صادره، دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده، همکاری با دول متخاصم و نوشتن نامه به اوباما رئیس جمهور آمریکا و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از دیگر اتهامات جیسون رضاییان است. حمایت مستقیم اوباما از جیسون رضاییان نشان از اهمیت این فرد برای دولت آمریکا و دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور است. ما یاد خبرنگارانی چون جیسون رضاییان را که ناعادلانه در کشورهای جهان زندانی‌اند گرامی می‌داریم. جیسون برای 9 ماه گذشته تنها برای انعکاس امیدها و هراس‌های مردم ایران در تهران زندانی بوده است. آقای اوباما در ادامه ضمن اشاره به ملاقات با علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان که در این مراسم حضور داشت، گفت برای آزادی رضاییان با تمام توان تلاش می‌کند. من به او شخصا گفتم تا جیسون سالم و سرحال به خانواده‌اش باز نگردد آرام نخواهیم نشست.
برخی از جمهوری خواهان هفته گذشته از آقای اوباما خواستند توافق نهایی هسته‌ای با تهران را مشروط به آزادی رضاییان و سه آمریکایی دیگری کند که در ایران زندانی هستند. اما آقای اوباما در گنجاندن چنین پیش شرطی در روند مذاکرات هسته‌ای با ایران مردد است. با توجه به کاهش تنش‌ها در پرونده هسته‌ای، انتظار داریم که نهادهای آمریکایی در قالب‌های مختلف فشارهای سیاسی و رسانه‌ای خود را علیه ایران افزایش دهند و به این منظور سیاست‌های زیر را در دستور کار قرار خواهند داد. 1. افزایش تردد جاسوسان خبرنگار و ارائه گزارش‌های مغرضانه از اوضاع ایران. 2. همکاری و فعالسازی تشکل‌ها و انجیوهای وابسته. 3. مقابله و تخریب نهادهای حاکمیتی. 4. تلاش برای رو در رو قرار دادن مردم و حاکمیت و بی اعتماد کردن مردم به نظام اسلامی. 5. ارائه چهره مخدوش از انقلاب اسلامی به افکار عمومی دنیا برای مقابله با الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت. مطالعه پرونده جاسوس‌های خبرنگاری چون رکسانا صابری با تابعیت ایرانی ژاپنی، مازیار بهاری با تابعیت ایرانی کانادایی، کلوتید ریس استاد زبان فرانسه در اصفهان، خبرنگاران آلمانی نشریه بیلد ام زونتاگ، رضا رفیعی روزنامه‌نگار مجله تایم نشان می‌دهد که اگرچه این جاسوس‌ها با تعهدات مختلف و نگاه محبت آمیز انقلاب اسلامی از کشور خارج شده‌اند، اما پس از آزادی دشمنی آنها علیه انقلاب اسلامی افزایش یافته است و از فعالیت‌های خود کوتاه نیامده‌اند.